تو این ویدیو میخوام در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون، پرسپولیس، استقلال و سایر تیمای حاضر در لیگ برترمون صحبت کنم. حالا ویژه در مورد تیم ملی دیگه، چون الان بحث داغیه. فقط یه نکته در مورد VAR بگم تا بریم سراغ ادامه ویدیو. آقا دوربینای صدا و سیمای استان یزد فرسوده شده و برای 40 سال پیشه و به همین دلیل نمیتونیم تصاویر خوب HD رو برای VAR تهیه بکنیم که یزد با اون همه امکانات، با اون همه فرهنگ قشنگشون، جزو عجایب کشورمون حساب میشه و الان میبینید که آقا دوربینای صدا و سیما شون مال 40 سال پیشه. من روز میگم آقا مثلا صدا و سیما داره پریمیر لیگو دزدی پخش میکنه و این بده. طرح گرافیکی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تیمای حاضر در لیگ الیت با استفاده از تصویر اورونوف و گائل کاکوتا رو میبینید. پست اینستاگرام فارسی AFC از سال روز افتتاح آزادی که 35 سال پیش تو چنین روزی ورزشگاه آزادی افتتاح شد. باشگاه استقلال هم امروز دیگه به صورت رسمی ورزشگاه شهر قدس و به عنوان ورزشگاه خونگی برای دیدار مقابل الغرافه قطر تو لیگ نخبگان آسیا معرفی کرد. حضور ملی پوشای فوتبال کشورمون تو زمین شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برای برگزاری تمرین آماده سازی دیدار با قرقیزستان رو می‌بینید. حالا من تصاویر رو هم خدمتتون می‌ذارم. لحظاتی از تمرین امروز عصرشونه دیگه، داغ داغ هم خدمتتون ارائه میدم و دوست داشتید تا اینجا دکمه لایک رو هم بزنید. اینم آقای علی قلی زاده و الله‌یار صیادمنشان که به اردوی تیم ملی اضافه شدن. مهدی طارمی و محمد کریمی، دو لژیونر کشورمون، امشب به اردوی تیم ملی اضافه میشن. عکس دست جمعی کادر فنی، بازیکنان تیم ملی فوتبال و مهدی محمد نبی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال، قبل از شروع تمرین رو شما میبینید. پیام نیازمند صحبتاشو با هم دیگه بشنویم. حالا در مورد دیدار با قرقیزستان صحبت کرده، عمل کرده بعدی نداشته تو تیم فوتبال سپاهان، ببینیم چی میگه. حالا در مورد قرقیزستان هم گفته. آقا پیام بفرمایید. بچه اضافه شدن تیم تکمیل میشه و کاملا آماده ایم که همه بازی ها رو با همه توان پیش ببریم و همه امتیازات لازم و ایشالله قدم به قدم بگیریم. خیلی تو میگم بازی ما تو مقدمات محل سوم آسونه و ما الان از الان سود کرده ایم. نظر خودت چیه؟ فکر نمی کنم. شما خودتون میبینید چه تو حالا چه تو سطح باشگاهی چه ملی رقابت ها خیلی نزدیک، تیم ها سطحشون هم خیلی نزدیک شده. همه کشورها پیشرفت کردن، مخصوصا تو سطح بین المللی که اصلا بازی ساده‌ای وجود نداره، بازی راحتی وجود نداره. ما هم همه رقبامون دیدیم، از قطر گرفته که قهرمان جام ملت‌هاش تا همین دو بازی آینده، واقعا رقبای ساده نیستن و میدونیم که اصلا نباید دست کمشون بگیریم و با تیم خوبی که داریم ایشالله سعی میکنیم که دل مردم رو شاد بکنیم و بازی پیش بریم و همه امتیازات رو بگیریم. به عنوان یکی از کاپیتان های تیم استقلال چه صحبتی با هواداران اصفهانی تیم ملی داره؟ اولین بازی رسمی تیم ملی در اصفهان. خب قطعا تیم ملی واسه مردم اصفهان هم خیلی عزیز، خیلی مهمه و میدونیم که و مطمئنیم که حمایت حداکثریشون رو شاهد خواهیم بود تو استادیوم فولادچهر و شهر اصفهان و ازشون میخوام و مطمئنم که میان و تیم ملی رو مورد حمایت خودشون قرار میدن و مطمئنم که یه بازی خیلی خوبی میشه و لذت خواهیم برد. بس اینکه هفته سوم رقابت لیگ تموم شده، بعضی از بازیکن خب تو دوره بدنسازی هم وضعیت به چه شکل خودت حس میکنی؟ بچه ها وضعیت بدنیش به چه شکله؟ خب لیگ تازه ابتدا شروع شده و فصل بدنسازی که دیگه تقریبا تموم شده، بازیکن ها الان رفته خیلی آماده تر دارن میشن با توجه به اینکه شروع لیگه و این هر چقدر جلوتر بیده با توجه اینکه باشگاه آسیای بازی بین المللی هم در پیشه آماده تر میشن قطعا و میتونن کمک خیلی بیشتری به تیم ملی بکنن. الان هم که فکر میکنم دیگه تقریبا همه بچه ها دیگه کاملا از فصل بدنسازی در اومدن و آمادن واسه کمک کردن به تیم ملی. تساوی تیم فوتبال اورنبورگ مقابل دینامو مسکو تو روز گلزنی سعید سرخیزان که تو کانال ایمان اسپورت 1 گلش رو گذاشتم. لحظاتی از تمرینات کار با توپ ملی پوشای فوتبال زیر نظر آندرانیک تیموریان رو شما در تصویر می‌بینید. عکس تیمی بازیکن‌های تیم ملی ایران در حاشیه تمرینات امروز. دیگه بریم صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو با هم دیگه بشنویم، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون. حالا نظرش رو ببینیم که چی میگه، اصلا چرا دعوت شدن یه سری ها دعوت نشدن، به همه ابهامات هم سعی کرده پاسخ بده. آقا امیر قلعه‌نویی بفرمایید. ما چه بازیکن‌های لیگ داخلیمونه که حدود 16 نفره، ولی لیگ خارجیمون هر هفته رصد کردیم. لیگ داخلیمونو با حضور مربیامون و خارجی هم بعد اینکه بازیاشون تموم شد یه آدم مخصوص داشتیم گزارش کامل رو داد. بر اساس آمادگی بازیکنان و اون ست شاخصه ای که ما
ما داشتیم یک بازیکن های انتخاب کردیم که رفتار تاکتیکیمون بخورن، دو خب طبیعتا مرحله نهایی جام جهانی خیلی خیلی مهمه، مرحله نهایی جام جهانی مهمه، سوم تغییرات شیب ملایمی که قول داده بودیم و اینا رو لحاظ کردیم، یعنی ست شاخصه و نوع تیمایی که بازی داریم. خب مثلا بازی با امارات بازی به هر حال مهمیه، اونجا امارات هم شما میدونید در ایران به تیم ملیشون زمین نمیدن، اونجا دارن چه کارهایی میکنن که به هر حال بتونن نتیجه بگیرن، اقامت میدن، پاسپورت میدن، بازیکنای خارجی میارن که بتونن نتیجه بگیرن اینجا. و من علاوه بر تیم ملی دغدغه تیمایی که حضور در جام باشگاه آسیا رو دارن اونا رو هم داریم ما. به هر حال من همه مسئولین خواهش میکنم استانا اگه میتونن به تیم ملیشون، یعنی دیگه اونایی هم که در جام نخبگان آسیا و جامهای دیگه هستن تیم ملی حساب میشن اون باشگاهی ها، به اونا هم کمک کنن. این حیفه که الان تیمای پرطرفدار ما زمین مناسب ندارن برای انجام بازیشون، به یه نوعی مهمان هستن، امیدوارم این مشکل در بازی آسیایی برطرف بشه. در حال بازی امارات گفتم که تغییراتی دادم بر اساس این افکارهایی که داریم، خب بازیکنامون هم انتخاب کردیم، درب تیم ملی هم به روی همه برای همیشه باز، سن اصلا برای ما یه عدده، آمادگی و اون شاخصهایی که اعلام کردیم برای ما خیلی خیلی مهمه. خواهشم اینه که همه کمک کنن که این تیم ملی نتیجه بگیره و بتونیم مردم رو خوشحال کنیم. من دخلی باشم در مورد لیست تیم ملی هم صحبت میکنیم، مثل همیشه به هر حال یه سری انتقاد داشتم و حالا اون دوتا بازیکن مثلا سحرخیزان و محمد جواد حسینی جا کلا خودتون چطور ارزیابی میکنید؟ حالا احتمالاً شنیدید دیگه انتقاد رو. حالا ببینید شما توجه داشتون هر لیستی در گذشته بوده طبیعتاً انتقاد بوده دیگه، به هر حال لیست میتونه همه رو راضی نگرده، حالا به هر حال یه سری علایق هست، یه سری به هر حال تماشاگر هست، یه سری بازیکن‌ها رو دوست دارن، بر اساس اون دوست داشتنشون توقع هم دارن. لیستم به هر حال من توضیح دادم بر اساس هم ببین بازیکنای جوونو که هنوز کسی به اون صورت نمیشناخت ما آوردیم، خیلی هم انتقاد کردن، یکیش هم همون مینی کمپ بود که ما خیلی بازیکنها رو آوردیم گفتن آقا این مینی کمپ ها، ولی همون بازیکنها الان در فصل نقل و انتقالات همه باشگاه بزرگ دنبالش. ولی من توضیح دادم ما 4 تا شاخصه داشتیم، بر اساس شاخص هامون بر اساس اون نوع حریفمون بازیکنامون رو انتخاب میکنم، آقای سعید سرخیزان، آقای حسین نژاد و بقیه بازیکنها رو ما هر هفته رصد میکنیم، احتمال زیاد اگه اردوه بعدی فیفاده بعدی هم باشن حتما هست، ولی مهم اون شاخصه هاست که ما باید لحاظ کنیم. اولین بازی خارج از تهران تیم ملی حالا بعد از بازی با لبنان بعد از 2 سال چه صحبتی و هواداره اسمانه تیم ملی داریم و اونو کسی که هم خودش در سپاهان گواهان کار کردم الان سرمربی تیم ملی. بچه سال آخر نه بذار بعد سال اشکال نداره در حال بعد چند ماه بعد ما داریم مسافر شدیم. من اولا جا داره از چند نفر تشکر، اول همه آقای مهندس حدادیانه که واقعا تو این چند وقتی یار و یاور تیم ملی بود، واقعا یار و یاور تیم ملی بوده. من یه اتفاقاتی هم که افتاده در استان اصفهان همه بسیج شدن، ستاد تشکیل دادن، کمک کردن که بتونیم میزبان شایسته برای تیم قرقیزستان باشیم و واقعا هم جا داره از آقای دکتر پوری عزیز و مسئولین باشگاه ذوب‌آهن سپاهان، هیئت فوتبالش و مدیر کل تربیت بدنیشون واقعا تشکر کنیم. توقعمون هم که به هر حال دیگه همه ایران سرای من است، بالاخره چه در تهران چه در اصفهان چه در مشهد که من واقعا دوست داشتم این بازی هم مشهد شروع بشه، شهر امام هشتم، ولی متاسفانه همکاری های لازم نشدش. من امیدوارم
مردم عزیز ایران هیچ وقت پشت تیم ملیشون رو خالی نخواهند کرد، همیشه پشت تیم ملیشون خواهند بود. اسانی هم که سرآمدن شما در باشگاهیشون میبینید، در تیم ملیم که امیدواریم این مهم اتفاق بیفته که بتونیم بازی اول اونو با قدرت شروع کنیم. من یه توضیح هم بدم از اخوایی رو ببین، بعضی از دوستان میگن آقا گروه هاستونه، نمیدونم اصلا، چون اعتقاد من اینه که حالا ازم به یه نوعی دارن صحبت میکنن یا فوتبال دور بوده، ما همه انتقادها رو میپذیریم، همه شما عزیزای ما، ولی شما همین قرقیزستان رو ببینید، جلو عربستان دقیقه 9 اخراج میشه بازیکنش، بعد یه تایمی از بازی رو 9 نفره بازی میکنه، در نتیجه هم 2-0 میشه، دقیقه 52 در اخراج 9 نفره، بله دقیقه 9 نفره میشه، دقیقه آخر 2-0. یعنی میخوام بگم فوتبال در دنیا در آسیا به هم خیلی خیلی نزدیک شده. اونایی که میان این مدلی صحبت میکنن به نظرمتون اطلاعاتشون ضعیفه دارن این مدلش. و قرقیزستان هم بسیار حریف سرسختیه، نه قرقیزستان، همه حریف ها سرسخت هستن، هم در جام ملت‌های آسیا هم در جام ملت‌های اروپا نشون داده شد که فوتبال به هم خیلی خیلی نزدیک. ما به همه حریف ها باید احترام بذاریم، هیچ حریفمون هم دست کم نمیدیم. معروف اردوی تیم ملی صحبت بشه، یه صحبتی رو انجام دادید که جمع عالی رسانه و فرموده بودید که حال جا به جایی بازیکنه هم باید حواسمون باشه که خیلی اینو کنترل کنیم. الان که اومدن توی اردو از وضعیت بازیکنه که جا به جا شدن توی تیم های بزرگ کشور راضی هستید؟ از لازه روزی به حال من خدمت شما عرض کنم که اردو شرایط خاص خودشه داره، چون اینجا دیگه شما برای 80 میلیون ایرانی میخوای بازی کنی، یعنی باید تفکر نگرش همه چی نگاه ملی باشه، بار مسئولیت همه ما وقتی در تیم ملی هستیم چند برابر. بازیکنان این مهم رو حتما لحاظ میکنم، ولی این سوالی که شما فرمودی، من دیروز راجع به مسئله در شروع اردو صحبت کردم که همه فکر ذکر ما این باشه که مردم رو خوشحال کنیم. چجوری خوشحال کنیم؟ با نتایج خوب و با بازی‌های خوبی که انجام میدیم. اینجا همه ما 80 میلیون یه قلب داریم، اونم مردم ایران، کشور ایران، پیراهن ایرانی که بتونیم توی شرایط خوشحال بشیم. و بازیکنام مسئله دیگه، دیگه از اون فضا اومدن بیرون، این نقل و انتقالات انجام شده دیگه، سه هفته بازی کردن با تیم‌های جدیدشون و اینایی که انتخاب شدن همه بر اساس آمادگی که در لیگ داشتن، ولی بودن بازیکنایی هم که میتونستن، یا حتی حالا من شاید این مسئله رو نباید بگم، ما حتی یکی دو نفر رو بعد هفته سوم ما جابجا کردیم، یعنی تو لیست بودن یکی دو تا جابجایی، تو یعنی انقدر حالا یه فرمای ما داریم شالیه رو بنادیم ساختون فکر بهتون بزنیم چجوری ما بازیکن ها رو رصد میکنیم زیر ذره‌بین، نمره بهشون میدیم و دقیقه 90 به یه نوعی ما یکی دوتا جا به جایی هم داشتیم. آقای قلعه نوعی، آقای هاشمی وزیر سابق هماره کنار تیم ملی بودن و هماره حمایت میگن در روزه حاضر میشوند، آقای دنیا مالی اومدن سر کار رو یا باشون دیداری داشتین، حمایتی کردن و چه انتظاری از ایشون در راه صعود به جام جهانی داشتین؟ اولا جا داره واقعا آقای مهندس هاشمی نهایت تشکر رو بود، هر روزی که ایشون اومدن مسئولیت وزارت خانه کارهای مهمی رو انجام داده، همین انتقال استقلال و پرسپولیس که چند دهه بود انجام شد. ولی خب آقای دنیا مالی هم که من برخواد زمان ملوان با ایشون افتخار همکاری داشتیم، بگه ایشون دیگه واقعا از جنس ورزشه و هر روزی هم که اومده دغدغاشو داشته، من با ایشون تلفنی هم صحبت کردم، قول داده که ایشون و آقای صالحی امیری هم و یکی دو تا وزارای اعظم که صحبت کردیم که احتمالاً بازی اول هم بیان تماشا کنن. آقای دنیا مالی دیگه از جنس ورزشه، اینو خود آقای هاشمی، امیدواریم که با اومدن این عزیزان تغییر تحولات بسیار خوبی در ورزش ما نه فقط فوتبال به وجود بیاد، که حتما به وجود میاد. شما مستظر هستید اولین نیاز ورزش ما زیر ساخت است. شما اگه بنا درست کنید این بنا 50 سال میمونه. پس مهمتر از همه آقای دنیا مالی عزیز که خودش اصلا هم مدیر اجرایی بوده هم مدیر قانونگذار بوده،
هم از عرصه ورزش و فوتبال این همین چیزها رو خیلی خیلی بهتر از ما میدونه و ما امیدواریم که این تغییرات حتما انجام بشه و از همه زودتر امیدواریم که این استادیوم درست بشه که ما از این بلا تکلیفی در بیاییم. بازم از آقای مهندس حدادیان، از مسئولین استانی اصفهان و بقیه، از آقای ساکت هم واقعا باید تشکر کنیم، چون هر روزی که ما وارد اصفهان شدیم ایشون پای کار بود. همون شب ستاد انجام شد، همه دوستان اومدن و کارو شروع کردیم تقریبا، ولی آقای دکتر پویی هم خیلی خیلی کمک کرد که این بازی ایشالا بتونه به نحو احسن در استادیوم فولاد شد. آره، آقای محمد خان همکار و رفیق خوب من، واقعا ایشون هم تو تمرینات آسیب میبینه، چون زمین تمرینش هم در اختیار ما گذاشته، هم بازیاشو داره جای دیگه میبره. این نشون از ایرانی بودن و اصیل بودن این مجموعه است، کاری که جای دیگه با تیم ملیشون انجام نداده. بله، اینم صحبت‌های امیرخان که سعی کردم کامل و خلاصه وار واسه‌تون بذارم. آقا، باشگاه پرسپولیس هم سایت رسمیشون یه گزارشی داد و گفت که بنابر اعلام محسن خلیلی مدیر آکادمی فوتبال، زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید درفشی‌فر با توجه به اینکه سال‌ها مورد استفاده بوده، نیاز به نوسازی کامل داره و آغاز این پروژه برای اوایل مهر برنامه‌ریزی شده. اجرای پروژه برچیدن چمن فعلی و نصب چمن جدید حداقل یک ماه به طول خواهد انجامید و تو این مدت تیمای پایه و آکادمی فعالیت خودشون رو تو ورزشگاهی که تعیین خواهد شد دنبال میکنن. تیزر جالب باشگاه سپاهان برای مصاحبه با کامارا که امیدوارم از اون بازیکنای بیکیفیت فصل گذشتهشون نباشه. و جالب، یه بارم بهتون گفتم آقا ژوزه مورایسه اومده مصاحبه کرده، میگه من تو این دو سه سالی که اینجا بودم فقط یه برایان دوبو به سلاطید شخصیم اومده به اینجا. میدونی یکم عجیب نیست؟ حالا اینم خلاصه از آقای کامارا. مرداد محمدی و آرمین سهرابیان تو لیست آسیایی استقلال برای حضور در لیگ نخبگان آسیا قرار گرفتن. پاس گل دیدنی محمد جواد حسین نژاد در دیدار امروز دینامو ماخاچقلعه مقابل سوتوف رو شما در تصویر میبینید. محمد جواد کیا که از اون گلرای خوبمونم هست به هوادار پیوست. اینم اطلاعیه باشگاه پرسپولیس درباره شایعات اخیره که گفته متاسفانه طی 48 ساعت گذشته اخبار زد و نقیزی در مورد انتقال چند بازیکن خارجی به باشگاه پرسپولیس منتشر شده. راضی باشید که من اینو کار نکردم. این در حالیه که باشگاه پرسپولیس طبق برنامه ریزی قبلی خودش پیش رفته و هیچ کدوم از نامهایی که در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شدن مورد نظر باشگاه پرسپولیس نبودن. به همین دلیل بار دیگه از رسانه‌ها درخواست داریم تا با گمانه‌زنی‌های معمول و انتشار اخبار تایید نشده با احساسات میلیون‌ها هوادار پرسپولیس بازی نکنن. ناگفته پیداست باشگاه پرسپولیس به محض توافق با هر بازیکنی بلافاصله از طریق رسانه‌های رسمی خودش هواداران رو در جریان کامل رخدادها قرار می ده. تیم ملی فوتسالمون هم در دومین دیدار دوستانه خودش تو شهر آستانه با نتیجه 1-1 مقابل قزاقستان به تساوی رسید. سجاد یوسف خواب بازیکن ملی پوش چپ پا گل اول بازی رو برای ایران به ثمر رسوند. با وجود تعطیلی تمرینات استقلال، رامین رضاییان در کمپ حجازی حاضر شد و به صورت اختصاصی به تمرین پرداخت. خیلی های دیگه هم به صورت اختصاصی تمرین میکنن اما استوری نمیذارن، ولی برشه گفته تمرین سکوت تمرکز. ویدیو جالبی که اینتر از مهدی طارمی منتشر کرده که اینم جالبه. گزارش تصویری از تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون رو شما در تصویر مشاهده میکنید. من یه نکته فقط در مورد بازی پرسپولیس بگم، یعنی 5 نکته‌ای که به نظر من نوید بخش بوده واسه پرسپولیس و پرسپولیسیا. بعد از دو تساوی سرانجام اولین برد پرسپولیس تو لیگ 23 به ثبت رسید. یه برد دو گلی مهم مقابل فولاد خوزستان که غیر از بهبود شرایط امتیازی سرخپوشان با نشونه‌های محسوسی از پیشرفت همراه بود. چند نکته نوید بخشو ببین با هم دیگه بررسی بکنیم. یکی الکس گندوز بود که روز به روز داره بیشتر در قلب هوادارا جا باز میکنه. اون اگرچه به خاطر قد و قوارش خیلی اهل خروج از دروازه نیست و شاید بعضی توپا رو دو ضرب مهار بکنه، اما واکنش های سریع و تماشاییش قابل اعتناست. گندوز که مرد اول بازی با تراکتور بود، تو بازی با فولاد اولین کلین شیتش با پیراهن پرسپولیس رو به ثبت رسوند و تو این مسیر یه شوت فوق العاده از احسان پهلوان رو هم مهار کرد. مرداد محمدی در اولین بازی برای پرسپولیس
فراتر از انتظارات ظاهر شد. اون اگرچه کمی خوش شانس بود که اوایل مسابقه مرتکب خطای پنالتی نشد، اما در ادامه نشون داد میتونه یه دفاع چپ استاندارد برای پرسپولیسیا باشه. محمدی در بخش دفاعی به خوبی اون جناح رو جمع کرده بود و حتی در بخش هجومی هم که معمولا نیمه تاریک کارش به حساب میاد، چند نفوذ و ارسال خطرناک داشت. یکی از خواص جانبی جذب میلاد محمدی هم آزاد شدن وحید امیری آقا. قبلا گفته بودم دیگه که حبس امیری در پست دفاع چپ پرسپولیس از مهارت‌های هجومی این بازیکن محروم میکنه. این مسئله به خوبی در بازی با فولاد آشکار شد، به طوری که امیری نزدیک به دروازه حریف به کار گرفته شد و تو نیمه دوم یه گل زد که برد پرسپولیس رو تثبیت کرد و تو نیمه اولم روی تیر دو فرصت داشت یه گل دیگه بزنه که ضربه سر اون روی سانتر تماشایی ایوب الاملود به گلر ازبکستانی فولاد خورد. گاریدو بین دو نیمه این مسابقه یه تعویض خوبم داشت. حضور محمد خدابندلو که صحبت کردیم ریتم بازی سرخپوشان رو بهتر کرد. اثرگذاری این بازیکن روی گل دوم و پاس دیدنیش برای عیسی آلکاسرم که گفتم مشهود بود. چنین تعویضی طبیعتاً برای مربی یه امتیاز محسوب میشه. نکته مهم این که خدابندلو از فهرست پرسپولیس برای بازی هفته قبل خط خورده بود، اما حالا اضافه میشه و مورد استفاده هم قرار میگیره. این یعنی مربی گام به گام در حال آشناتر شدن با تیمشه. پس شاید شرایط برای بازیکنی مثل یاسین سلمانی هم به همین شکل پیش بره. آفکی که بازی نکردنش تو این فصل به یه معما تبدیل شده و گاریدو مدام در این مورد سوال پیچ میشه. به اون خلاصه زمان بدین. مورد آخرم این که بعد از بازی فیلم گل دوم پرسپولیس تو فضای مجازی وایرال شد. این گل روی 11 پاس پیاپی و استفاده از بخش زیادی از زمین بازی به ثمر رسید و موجب تحسین مخاطبان و منتقدان شد. شاید بعضی اوقات به نظر برسه تیم گاریدو سنگین کار میکنه، اما توجه به چنین برش هایی از نمایش سرخپوشان نشون میده تیم مربی اسپانیایی داره پیشرفت میکنه. طبیعتا حالا هوادارا با امید و دلگرمی بیشتری به کادر فنی تیمشون زمان میدن. اما استقلال، بازی استقلال این فصل دنبال کردی تا اینجا؟ بازی اولو خیلی خوب ندیدم، بازی دومو کاملی. چطور بود؟ استقلال تیم خیلی خوبی داره. استقلال من یه جا تعجب کردم، مثلا دیدم که گفتن که، حالا فکر میکنم که اصلا به خاطر یه سری رفتارهای جواد نکونام استقلال خیلی دشمن پیدا کرده و طبیعیه، یعنی نوع رفتارش آزاردهنده است از نظر خیلی ها. ببین من دوست دارم باشگاه استقلال، جواد نکونام جز کسایی هستش که داره جایگاهی هست خیلی بالا توی ورزش کشور ملی، باشگاهی که بازی کرده و خیلی توانمنده. من اصلا دوست ندارم پشت سر آدم ها صحبت بکنم. من ازش خواهش میکنم که کمک بکنه به ماهیت فوتبال، به شخصیت فوتبال، به هر آنچه که هست، یه مدار از اون محیط و جوی که شاید اونجا حاکمه خارج بشه، بدونه که چه باشگاهی رو داره. و من به عنوان یک کسی که تو استقلال بازی کردم سالیان سال، دوست ندارم تحت هر شرطی قهرمانی به دست بیاره. به خاطر همین رفتارش خیلی مهمه از نظر من. مطمئن باشه تیم خیلی خوبی داره، به فنیش برسه، صحبت هم نکنه بعد از و قبل از بازی، به نظر من هیچ تأثیری نداره. و امیدوارم که امسال باعث بشه که از جوان دادن کنم یک مربی خوبی هست، داره زحمت میکشه، کار میکنه، اما به نظر من نیازه که رفتارش یه بازبینی بکنه، کنارش مشاورهای خوبی بگیره، کسایی که بتونن این رفتار رو ببینن و به موقع بهش بگن که کدوم رفتار درسته. تماشاچی فوتبال، طرفدار استقلال فقط توی تمرین استقلال و سر بازی نیستش. خیلی آدم اصلا نزدیک اون محیط نمیشن و باشگاه استقلال به خاطر اون بزرگیش دوست دارن و اتفاقهای خوبی که توش افتاده. پارسال به نظر من لطمه زد به این اعتباره با نوع صحبت، اما امیدوارم که امسال این کارو نکنه. انسان فراموش بکنه و فقط بحث فنی به نظر من کارشو پیش میبره. اینم استوری محمد نوازی، پیشکسوت باشگاه استقلال، که گفته آقای میمبه دست از سر استقلال بردار، چی از جون این هوادار میخوای؟ رد پای عینخه در حواشی اخیر دشمنان قسم خورده استقلال کبیر. استقلال بزرگ به نام و شخص متکی نیست، خیلی ها میان و میرن، اما این تیم به هوادارا همیشه هستن. عاشقان استقلال سمخواب و طلبکار نباید باشن، همه ما مدیون استقلال و هوادارا هستیم. خدا بهترینا رو برای استقلال عزیزمون رقم بزنه.
در صورتی که استقلال بتونه نام یکی دو بازیکن خودش رو از لیست خارج کنه به دنبال جذب مهاجم خواهد رفت. اینو یکی از خبرگزاری‌ها گفته. چند تا توییت هم با هم دیگه بخونیم. یکی گفته که تا اینجای کار هم از مدیرا، پیشکسوتا، بازیکن‌ها، لیدرها حمایت کردن که معلومه چه پولایی جابجا شده به جز هوادارا. این خدای نکرده فردا روزی اگه بمونه یه جام حذفی بگیره، خود خدا هم نمیتونه اینو بیرون بکنه. خواهشام فشار بیارین تو صاحب باشگاه نشده بیرونش بکنیم، که اشاره به جواد نکونام داره. از این سه حالت خارج نیست. حالت اول، نکونام میمونه و دستیار خارجی میارن براش، بعد از یه مدت نکونامو میندازن بیرون، دستیار میشه سرمربی. حالت دوم، نکونام میره و مجیدی میاد. حالت سوم، نکونام میره مجیدی هم نمیاد و یه سرمربی خارجی میاد. در کل نکونام این فصل سرمربی استقلال نیست. یکی گفته کاش زودتر شاه فرهاد بیاد، ما دلمون برای کمک سرپرست تنگ شده واقعا. فرزاد مجیدی. دوست عزیز و استقلالی های دیگه، حالا بیا شما هزار تا نظر بدین بین خودتون، درگیری ایجاد کنید بین سرمربی خارجی و مجیدی که کدوم میاد، ولی تهش نکونام رفتنی نیست و موندنیه. یکی گفته فکر کنم اینتر هم تارمی رو فقط برای بالا بردن بازدید پیج اینستاگرامشون خریدن. راست میگه، پیش که بازی نمیدن ولی همه پستای پیجشون شده مهدی تارمی. یکی گفته هیچ وقت دلیل این همه نمایش از رامین رضاییان رو متوجه نمیشم و نخواهم شد. او همونی که من گفتم ها، این که هر موقع میره تمرین میکنه و استوری میذاره که مثلا بگن چقدر بازیکن حرفه‌ای هستش، یا مثلا وقتی یه جایی مصاحبه میکنه انقدر میگه زندگی حرفه‌ای میکنم انگار داره تو رئال مادرید بازی میکنه. این خودشیفتگی باعث شد که هیچ وقت رامین به اون چیزی که باید میرسید نرسید. برانکو اخراجش کرد، نتونست لژیونر بشه تو اروپا، یحیی نخواستش و توی تیم ملی هیچ وقت به صورت ثابت بازی نکرد. یکی گفته فقط قلعه نوعی میتونه احمد نوراللهی، حسین نژاد و رامین رضاییان رو دعوت نکنه، ولی علی نعمتی و جواد آقای پور رو دعوت بکنه. یکی از خبرگزاری هم گفته بود که نگرانی از حضور رونالدو در قلعه حسن خان. بعد یکی گفته ما هم نگرانیم دوستان، نمیدونم چرا مسئولین شهر هر کسی رو به قلعه راه میدن. شیطونه میگه برم درهای چوبی قلعه رو ببندم که چقدر لوس بود. انقدر لوس بود، ولی یکی از مهمزایی که من خودم خیلی دوستش دارم فیروز کریمیه. چون دیگه با لوس بودن ویدیو رو تموم نکنیم، مصاحبه فیروز کریمی رو با هم دیگه ببینیم. خیلی این روزا منو میبینن از من میپرسن که به نظر شما کی اصلا قهرمان میشه. واقعیت امر اینه که تو دو هفته اصلا نمیشه قهرمان رو پیش بینی کرد. من جسته گریخته تمام بازی ها رو دیدم. به نظر من تو همین دو هفته ای که دیدم، همون چهار تیم اول تا چهارم سال گذشته میتونن قهرمان این دوره و نایب قهرمان رو مشخص کنن، اما نه به ترتیب و ردیف سال گذشته. امسال در تیمای اول تا چهارم تغییرات زیادی رو خواهیم دید. مطمئن باشید که روال سال گذشته نخواهد بود. در آینده نزدیک بعد از دو سه هفته با هم دیگه صحبت خواهیم. بله، اینم از پیشبینی جالب فیروز کریمی از قهرمان این فصل لیگ برتر. آقا امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب رو بزنید. دمتونم گرم. فعلاً.